بچه های سیستان و بلوچستان، بچه هایی که جلو دوربین میگویند ما نه تنها بهمون کمکی نمیشه، حتی شناسنامه هم نداریم. تراژدیه اما واقعیته. اون پسر میبینی اینقدر استعداد داره برای درس خونده و شناسنامه نداره. کلاس هشتم هستم. از اینجا تا خود اکبرآباد 12 کیلومتر است. میرم پای پیاده هر روز، زمستون باشه، تابستون باشه، گرما باشه، سرما باشه، میرم پای پیاده برم. به ما یک سرویس نمیدن. ما نگاه کنید چقدر بچه هست. هر روز 12 کیلومتر؟ بله بله. چقدر طول میکشه؟ 2 ساعت. اونم که باید بدوام. هر روز من میدوام که به مدرسه شاید نرسم. معلم سر کلاس میده، من اصلا نصف درس رو داده بعد من رسیدم. میگه چرا اینجوری؟ من میگم دیگه رام دوره. علی اصغر اینجا رو دوست داری؟ دهتونو کم. چرا کم؟ اینجا دیگه بیابونه. بیابونه. قبلا چه جوری بود؟ قبلا همین شکلی بود؟ نه دیگه، وقتی آدم زیاد بود. قبلا آدم زیاد بود. کلاً همین درجاتی که تو دوست محمد است ما رفتیم. به ما جواب نمیده. خودت بناشی رفتی؟ بله خودم رفتم. نامه من رو فرستادیم به زاهدان. هنوز بر ما جواب نمیده. این 8 ماه که ما دنبالش هیچ نیست. دیگه چی مجبوریم که باید صدامون بلند کنیم که بگیم که ما شناسنامه نداریم، چی کار کنیم؟ اون آقا هسته، این آقا هسته. بزنیم آقا همین بقیه شون همینجور شناسنامه ندارم. اینا هم همه شون همینجور فقیر هستن، چیزی ندارم. اینا هم شناسنامه ندارم؟ نه. یعنی یارانه هم نمیگیرم؟ نه یارانه نمیگیرم. کجا بود؟ اون پسر رو میبینی؟ اینقدر استعداد داره، برای درس خونده و شناسنامه نداره. مدرسه میره؟ مدرسه میره همینجوری، معلم برای ثواب میذاره. همه شون همینجوری هستم. و این حکومت جمهوری اسلامی که شناسنامه به بچه های سیستان و بلوچستان نمیده و پولی هم برای زندگیشون که به خیلی ها میده به عنوان رایانه و غیره و غیره به این بچه ها نمیده، بسیاری از ثروت مملکت رو در خارج از کشور خرج میکنه، از جمله به کسانی که در لبنان و فلسطین هستن جایزه تعیین کردن برای فلسطینی ها.